سلام مجدد، ادامه میدیم درسمون رو با مروری از گرامری که تا الان خونده بودیم. اینجا برای پرسیدن اسم از فعل سپله استفاده میکردیم و از کلمه پرسشی کما. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Jean Lapierre. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ali. Je m'appelle Mariam. ولی داشتیم که وقتی که شما از فعل از کلمه کمکی کما استفاده می کنید، کما هم اول جمله می تونه بیاد هم آخر جمله. Vous vous appelez comment? Comment vous vous appelez? ولی گفتیم که وقتی که از کلمه پرسشی استفاده می کنیم می تونیم جای فعل و فاعل رو تغییر بدیم. یعنی اگر که فعل ما در بخش شخص دوم جمع میشه وو وو زپله و اینجا تغییر ندادیم جای فاعل و فعلو و دوباره اینجا کلمه پرسشی آمده اول جمله ولی دوباره جای فعل و فاعل تغییر نکرده، وو وو زپله همونطوری مونده، میتونیم به این صورت هم استفاده کنیم. و فقط میخوام که به گوشتون آشنایی داشته باشه که اگر شنیدید بدونید که اشتباه نیست. کامو vous appelez vous appelez خود فعله. یعنی فعل ما دو تا بخش داشت دیگه، فعل سپله بود دیگه، اینجا فعل سپله، یه بخش ما اسم ما بود که صرف می‌کردیم. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez. خب vous et moi فاعل ما بود. خب من اینو یه رنگ دیگه میکنم براتون. فاعل ما وو بود. اینجا خود فعل اینه، آمده فعلو گذاشته اول، فاعلو گذاشته آخر. کما وو زپله وو. این جمله خیلی قشنگه، میتونید از این جمله استفاده کنید، ولی اشتباه نیست. اگر که منظورم اینه که میتونید از این جمله استفاده کنید و همچنین از جملات وو وو زپله کما وو وو زپله. خب بریم سراغ بقیه در گرامرمون. وو زبیته او یا او وو زبیته، من اینو براتون بزرگتر میکنم. او وو زبیته، دوباره توی این بخش دوباره میتونید بگید او ابیته وو، یعنی وقتی که فاعل و جای فعل و فاعل رو تغییر میدید به این صورت میشه. او، من اینو بیارم اینجا، دقت کنید که روی او شما حتما باید اکسون قرار بگیره، وگرنه او به او به بدون اکسون به معنی یا هست، درسته؟ خب او ابیته habitez-vous où vous habitez. حواستون باشه وقتی که شما جای فعل و فاعل رو تغییر میدید حتما این خط فاصله یادتون نره بذارید. در بخش بعدی داشتیم qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ شغل شما چیه؟ je suis infirmier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie؟ وقتی که از فعل فر استفاده می کردیم که این فعل هنوز فکر کنم بهتون یاد ندادم، ولی با هم دیگه توی درسای بعدی می خونیم فرقه، ولی تو و وو رو می دونیم. تو برای تو استفاده میشه و وو برای شما یا از دو نفر به بالا شماها. و داشتیم اکسیلیر ات رو داشتیم، فعل کمکی بودن رو داشتیم که میشد je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont که با هم صفت استفاده میشد هم با اسم. من پریدم. و فعلای امه، ابیته، تراویه، پرفره، همه اینا رو کار کردیم. روی صفحه تلگرام هم براتون صرف همش رو گذاشتم. اینجا میگه تروو لا کوستیون، دیت وو، میگه بگید شما. ژو مپل دانیل، دانیل لاموت. وو وو زپله کما. دوباره اینجا ببینید
یه سوال کرده جواب اینطوری داده. Vous appelez comment؟ اینجا جوابش مثلا بوده Je m'appelle Daniel. سوالش بوده Vous appelez comment؟ حالا اینجا جواب داده Je suis musicienne، یعنی یه خانم نوازنده. Je suis musicienne. سوالش باید چی باشه؟ Qu'est-ce que vous faites dans la vie؟ اینجا دوباره سوال داده Non, je suis belge. میتونید بپرسید Vous êtes iranienne؟ میگه Non, je suis belge. Vous êtes française؟ Non, je suis belge. جواب داده J'habite à Genève. سوال باید چی باشه؟ کجا زندگی میکنید؟ چطوری میپرسیم در زبان فرانسه کجا زندگی میکنید؟ Vous habitez où؟ او vous habitez. حالا بعد همین تمرین رو با تو داده. من اینو براتون میذارم روی تلگرام که حل کنید. میتونید جوابشم برای من بفرستید یا از روی فیسبوک برای من بفرستید، فرقی نداره. جوابای همین درس رو حتی میتونید که تو اینستاگرام زیر همین پست برای من بفرستید. تو بخش دوم نوشته که فعلا رو صرف کنید. فعل تخویه رو داده، فعل ابیته رو داده، پرفره، ادوره، امه، اکوته، رگردر، این فعلا رو داده. شما باید به فاعل نگاه کنید و فعلا رو صرف کنید. این هم یه تمرین خیلی خوبیه که میتونید که انجام بدید و برای من بفرستید اگر که دوست داشتید. و ارتیکل اندفینی، حروف تعریف نکره رو داشتیم که در زبان فارسی با یه و ای نشون داده میشد. مثلا انام یه مردی، این فم یه خانومی، ان انفیرمیه یه پرستاری، این انفیرمیه یه پرستاری که خانومه، درسته؟ پس مشخص نیست که داریم درباره چه کسی صحبت میکنیم وقتی که از ارتیکل اندفینی استفاده میکنیم. حتما توی تلگرام هم نگاه کنید وقتی که من جلوی اسم ها میزنم کدومش مذکره کدومش مؤنثه، با همونها یاد بگیرید. از الان وقتی که ارتیکل این حروف تعریف نکره و معرفه رو با همزمان یاد بگیرید با اسمایی که دارید یاد میگیرید، برای سطح‌های بالاتر بهتون خیلی کمک میکنه. جمع دوتای ام و اون میشه ده، فرقی نداره تو تلفظ، فرقی نداره اسما، و فقط یادتون باشه که اس جمع رو در نوشتن بذارید، بنویسید حتما. اینجا هم دوباره یه تمرین خوبه که براتون روی صفحه تلگرام میذارم که باید ملیت ها رو بنویسید. و اینجا هم یه تمرین خیلی خوبیه که باید تمرین میکنید از ارتیکل اندفینی، یعنی ان اون ده استفاده میکنید و جملات رو پر میکنید. همه اینا رو قبلا خوندیم، فقط اینها یه مروره که بهتون کمک میکنه توی صحبت کردن. حتما حواستون باشه وقتی که دارید فرانسوی میخونید و تمرین میکنید با صدای بلند انجام بدید که صدای خودتون رو بشنوید، وگرنه در صحبت کردن میترسید و میترسید که اشتباه بکنید و خیلی دیر به صحبت کردنتون را میفته. حتما باید صدای خودتون رو بشنوید. بریم ویدئوی بعد و این مکالمه رو با هم دیگه کار کنیم. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.